واقعا آرزوی موفقیت و خوشی و سلامت برای همه شما هموطنهای عزیزم میکنم در هر کجای دنیا که هستین و الان دارین تصویر من رو میبینین از طریق تلویزیون پن که از دوستان بسیار قدیمی و خوب من هستن. داشتم با ماشین میومدم یه موزیک ایرانی گوش میکردم و یک تار در این موزیک بود و یه احساس عجیب پیدا کردم، عجیب یاد ایران افتادم. خب هر سال نزدیک عید نوروز که میشه ما خیلی یاد وطن میکنیم، نه اینکه در روزهای دیگه نیستیم ولی بیشتر، چون سفره‌های هفت‌سین رو میچینن یاد ایران میفتم که واقعا از یک ماه قبل همه خونه تکونی میکردن، بچه ها میرفتن لباس های نو میخریدن، همه جا رو تمیز میکردن مثل دسته گل، خانم های خونه میرفتن دنبال سینای سفره هفت‌سین میگشتن، ماهی های قرمز و تازه رو میگرفتن میداختن توی ظرف مخصوص و خلاصه شب عید که میشد سبزی پلو ماهی رو درست میکردن و خانواده 30-40 نفری میشستن دور سفره. ما که اینجوری بودیم واقعا و خیلی خوش میگذشت و بوی اون اسکناس های نوع عیدی که بزرگتر خانواده همیشه رسم بر این بود که به بچه های خانواده میدادن و تقسیم میکردن و خلاصه یه غم عجیبی منو گرفت. این سفره های هفت‌سین، این چیزهای مختلفی که شما از طریق تلویزیون های مختلف میبینید هست و خیلی زیباست، ولی واقعا میخوام بگم که من خودم فکر نمی کنم، هر کسی شاید این فکر رو بکنه، ولی من فکر میکنم که هیچ کس به اندازه من عاشق ایران نیست و من عاشق مملکتم ایران هستم و واقعا در این سالهایی که خارج از ایران بودم نتونستم خودم رو با فرهنگ این طرف آب، حالا لس آنجلس یا فرانسه که زندگی میکردم، خودم رو وقف بدم و همیشه یک ایرانی به معنای واقعی موندم و هنوز با همون فرهنگ و با همون خلق و خوی ایرانی ها، احساسای پاکشون و محبتای خانواده و دوستا و طرفدارای خوبم دارم زندگی میکنم و میگم درسته این سفره های هفت‌سین رنگارنگ و زیبا رو شما میبینید از طریق تلویزیون ها، ولی یه غم بزرگی همیشه تو قلب من هست که من آرزو میکنم که یک روزی این غم از بین بره، غم غربته، که اون حسا، اون عشقها، اون چیزایی که ما در مملکتمون داشتیم واقعا الان خیلی به قول اینجایی ها میسش میکنیم و من که آرزوم اینه که انشالله که دوباره اون روزها برگرده، در کنار خانواده خودم باشم، دوره هم جمع بشیم در کنار خانواده بزرگ ایران، هموطنهای خوبم، طرفدارای خوبم دوباره به روی صحنه برم و اون گرمی و صمیمیت و محبتی که ما اینجا کم داریم واقعا اونجا دوباره بهش دست پیدا بکنیم و به اون روزهای قشنگ و طلایی و زیبای گذشته برگردیم، به بهار ایران، به شکوفه های زیبای خیابان های ایران و اون بوی قشنگ عید نوروز و بهار رو دوباره حس کنیم و باهاش زندگی بکنیم. به هر حال امیدوارم که روزها و سالهای بسیار خوبی داشته باشین، همه خوش باشین، انشالله که عید نوروز در کنار خانواده هاتون باشین، سعی کنین سالم زندگی کنید، از زندگی که دارید واقعا اون استفاده به معنای واقعی رو ببرین، چون واقعا نعمت بزرگیه همینی که زنده هستیم و میتونیم لذت ببریم حالا هر کجای دنیا که هستیم، حتی در غربت با همه این حرفایی که من گفتم، ولی واقعا من هر روز صبح که بیدار میشم خدا رو شکر میکنم که میتونم از زندگی استفاده بکنم و امیدوارم که روزی دوباره به کنار خانواده بزرگم برگردم و به خاک وطنم ایران بوسه بزنم. به امید اون روز.